درخواست جبهه مشارکت از هاشمی رفسنجانی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یافت. عبادی جایزه انسان‌ها در تبعید را به نسرین ستوده اهدا کرد. هاشمی رفسنجانی گفت: نمی‌توان چیزی را به زور به مردم تحمیل کرد. نامه سرگشاده دانشجویان تربیت معلم. پاسخ مسئولان به خانواده هاشم خواستار متنبه نشده. بحران در دریاچه ارومیه، فاجعه‌ای که مسئولان درک نمی‌کنند. چاپ و صدور بنرهای تبلیغی احمدی نژاد در لبنان از چاپخانه‌های تهران. مشارکت از هاشمی رفسنجانی خواست کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهد. جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری از وی خواست تا برای ایجاد و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و ریشه‌یابی حوادث و بیان حقایق یک سال و نیم گذشته اقدام کند. در نامه این حزب اصلاح طلب آمده است: علی‌رغم فضای سنگین تبلیغاتی و سرکوب همه منتقدان و معترضان، امروز باور عمومی بر مهندسی این انتخابات بیش از گذشته است. رفتارهای خشونتبار با مردم و نهادهای مدنی و تلاش و فشار عجیب و بیوقفه برای اینکه از زبان منتقدان و به خصوص زندانیان بیگناه صحت انتخابات اعلام شود، خود بهترین دلیل است که حاکمان امروز نفوذ کلام خود را در جامعه از دست دادند. آنچه صحت ادعای مهندسی انتخابات را اثبات می کند، فایل صوتی سردار مشفق است که بی‌محابا و با افتخار عملیات امنیتی نظامی گروه خود را شرح می دهد. اما به جای برخورد با وی و همدستانش، شاکیان او به زندان برگردانده می شوند. جبهه مشارکت در این نامه تاکید می‌کند علی‌رغم درآمد نفت بی‌سابقه بیش از 70 میلیارد دلار در سال، رشد اقتصادی کشور در این سال‌ها در خوشبینانه‌ترین برآوردها کمتر از 2% بوده است. جبهه مشارکت می‌افزاید کمیته حقیقت‌یاب می‌تواند بررسی کند که به چه دلیلی زندان‌های ما از اساتید دانشگاه، دانشجویان نخبه، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران برجسته، روحانیون، نویسندگان، هنرمندان، فعالان نهادهای صنفی و مدنی و زنان شریف و پاکدامن و بلند نظر پر شده است که شاید در هیچ جای جهان و حتی از نظر تعداد با قبل از انقلاب هم قابل مقایسه نیست. جبهه مشارکت در پایان این نامه خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته است: این کمیته حقیقت‌یاب در صورت تشکیل می‌تواند اعتماد از دست رفته بین حاکمیت و ملت را بازسازی کند تا شاید آب رفته به جوی بازگردد. عبادی جایزه انسان‌ها در تبعید را به نسرین ستوده اهدا کرد. جایزه سالانه انسان‌ها در تبعید سال 2010 از سوی شهرداری شهر لاسپستیای ایتالیا به شیرین عبادی اعطا شد و عبادی این جایزه را به همکار دربندش نسرین ستوده تقدیم کرد. به گزارش دویچه وله، روز شنبه 23 اکتبر اول آبان، شهر ساحلی لاسپستیا در شمال ایتالیا میزبان شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل بود. شهرداری این شهر در این روز جایزه سالانه انسان‌ها در تبعید را به شیرین عبادی اعطا کرد. این جایزه هر سال به یکی از مهاجران و تبعیدی هایی که فعالیت های آنان بر ارتقای سطح حقوق بشر و کمک به بهبود وضعیت مهاجران مؤثر باشد اهدا می شود و عبادی جایزه خود را به همکار زندانیش نسرین ستوده تقدیم کرد. وی دلیل این کار را چنین عنوان کرد: خانم ستوده به علت دفاع از حقوق بشر و پایداری در حفظ حقوق موکلینش به زندان افتاده، در شرایط بسیار نامساعد به سر می برد، تحت فشارهای جسمی و روحی قرار دارد که علیه خودش اعترافات نادرستی بکند و در اعتراض به این وضعیت مدتی است که در اعتصاب قضاست و ما نگران سلامتی ایشان هستیم. این جایزه در حقیقت حق ایشان است و امیدوار بودم
که به جای من خانم ستوده در آن سکو می ایستادند و این جایزه را می گرفتند. زیرا بسیار برای تنوع فرهنگی و حفظ حقوق بشر در ایران تلاش کردند. پس از پایان مراسم اهدای جایزه، یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور خانم عبادی و شهردار لاسپتزیا برگزار شد و در این کنفرانس عمده صحبت‌ها بر وضعیت نسرین ستوده و نیز عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار زندانی متمرکز بود. هاشمی رفسنجانی گفت نمیتوان چیزی را به زور به مردم تحمیل کرد. هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه بهترین راه اداره کشور حرکت در مسیر قوانین به ویژه قانون اساسی است گفت در دنیای امروز جوامع بشری به گونه است که اگر کسی بخواهد به زور چیزی را به مردم تحمیل کند زمینه های تقویت عکس آن موضوع را فراهم کرده است. به گزارش ایلنا صبح امروز جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های سراسر کشور با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند و وی در این دیدار بهترین راه برای اداره کشور را حرکت در مسیر قوانین به ویژه قانون اساسی عنوان کرد. وی گفت در قانون اساسی به حقوق مردم و آزادی های آنها تصریح شده که عمل به آنها می تواند زمینه های رشد فرهنگی و اجتماعی در جامعه را فراهم کند. هاشمی رفسنجانی با اشاره به گسترش ابزارهای اطلاع رسانی در دنیای امروز تاکید کرد اکنون زمان انفجار اطلاعات است و نمیتوان اطلاع رسانی را محدود کرد و باید زمینه را به نحوی فراهم نمود که مردم بتوانند با استفاده مطلوب از این ابزارها مسیر صحیح را پیدا کنند. هاشمی رفسنجانی پرهیز از فضای یأس‌آور برای جوانان را مهم عنوان کرد و گفت حالت یأس در جوانان خسارتبار است. وی همچنین گفت آینده را به دلیل رشد آگاهی در جامعه و وجود انسان‌های فرهیخته بسیار روشن می‌بینم هرچند ممکن است مشکلاتی در مسیر وجود داشته باشد. نامه سرگشاده دانشجویان تربیت معلم در خصوص مشکلات دانشگاه. جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست آن دانشگاه ضمن برشمردن مشکلات متعدد دانشجویان از جمله مشکلات متعدد آموزشی و صنفی نسبت به اجرای طرح تفکیک جنسیتی فضاهای آموزشی رفاهی در دانشگاه و سختگیری‌های به عمل آمده در زمینه مسئله حجاب و همچنین فضای سیاسی حاکم دانشگاه اعتراض خود را اعلام داشته و خواستار آن شدند که آن ریاست نقد دانشجویان را پاسخگو باشد. به گزارش جرس، دانشجویان تربیت معلم در نامه سرگشاده خود خطاب به ریاست آن دانشگاه خاطر نشان کردند فضا را آکنده از خفقان می‌بینیم. نفس‌هایمان برای بیان داشته‌ها و پنداشته‌هایمان به شماره می‌افتد. کمیته انضباطی با اختیارات و حمایتی فراتر از محدوده تعیین شده کاریش بر زایندگان نقد چنبره زده گویی که به هیچ گونه تفاوت فکری، کلامی و رفتاری که بین انسان‌ها وجود دارد معتقد نبوده و کلام متفاوت را برآمده از انگیزه عناد و برهم زدن نظم می‌داند. کمبارترین گفتمان متفاوت محکوم به احضار و صدور حکم می‌شود. دانشجویان همچنین تأکید کردند تنگی فضای سیاسی در دانشگاه تبعات فوق‌العاده منفی همچون فقر فرهنگی، کاهش حس مسئولیت و بی‌تفاوتی دانشجو نسبت به محیط و جامعه اش را به بار می‌آورد. دانشجو را همچون تک سلولی می‌کند که تنها منافع خودش برایش مهم است. گرایش به سمت مواد مخدر به شدت افزایش می‌یابد. روحیه، نشاط و انرژی بی‌پایان جوانی پتک سرکوب را بر سر می‌بیند که یا باید برای فرار به بیراهه رود و یا در مکان و زمانی نامناسب همچون دمل سر باز کند. همسر خواستار گفت نمیدانم همسرم در زندان از چه چیز باید متنبه شود. هاشم خواستار فعال مدنی و معلم 68 سالی بازنشسته که سال گذشته به 2 سال حبس تعزیری محکوم گردید و همکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان وکیل‌آباد مشهد می باشد علی‌رغم گذشت 14 ماه کماکان از حقوق اولیه یک زندانی محروم مانده است و نه تنها با مرخصی وی موافقت نمی شود بلکه حق ملاقات و حق تلفن با خانواده خود را نیز ندارد. این در حالی است که هاشم خواستار از بیماری قلبی، ضعف بینایی و فشار خون رنج می برد
و شرایط دشوار زندان و فشارهایی که بر وی وارد می شود، وضعیت جسمانیش را روز به روز وخیمتر می سازد. خانواده خواستار به هر کجا برای پیگیری مراجعه می کنند با درهای بسته مواجه می شوند و عدم اطلاع از وضعیت ایشان نگرانی آنها را افزایش می دهد. همسر خواستار در مصاحبه با جرس گفته است: اوایل که به زندان و دادسرا می رفتم و پیگیری می کردم می گفتند ایشان متنبه نشده است. بعد هم گفتند که شما در خصوص وضعیت همسرتان مصاحبه نکنید و نامه ننویسید و سکوت کنید تا ما به همسرتان مرخصی بدهیم. اما تا امروز هیچ اقدامی نکردند. مالکی فر همچنین گفته است: من فکر می کنم اینها قصد اذیت کردن خانواده ها را دارند. هم اکنون با توجه به وضعیت جسمانی بد همسرم، من و فرزندانم نگران هستیم و نمیدانیم با ایشان چه کردند و وضعیت ایشان چطور است. هم اکنون بیش از 14 ماه است که به هاشم خواستار مرخصی داده نشده است. معاون سازمان محیط زیست عمق فاجعه دریاچه ارومیه را درک نکرده است. نماینده مردم ارومیه در مجلس درباره وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه اظهار داشت: اختصاص حق آب در نظر گرفته شده برای این دریاچه حرف بی ربطی است که با میزان فاجعه رخ داده در این دریاچه همخوانی ندارد. نماینده ارومیه اظهار کرد: مسئولانی که چنین طرح‌هایی می‌دهند یا عمق فاجعه را نمی‌دانند یا مردم را بازی می‌دهند، زیرا تغییر شیوه‌های آبیاری دو استان آذربایجان غربی و شرقی بیش از 3000 میلیارد تومان پول نیاز دارد. بهتر است مسئولان مربوط صادقانه مسائل را پیگیری کنند و آماری که می‌دهند درست باشد. جهانگیرزاده با اشاره به اینکه اگر به همین منوال به مشکلات دریاچه ارومیه بی‌توجهی شود، این دریاچه کاملا از بین خواهد رفت، افزود: سهل‌انگاری نسبت به مشکلات این دریاچه سبب شد تا به فکر تشکیل این کمیته و پیگیری مسائل مربوط آن بیفتیم، زیرا موضوع دریاچه ارومیه یک موضوع ملی است و توجه به آن و رفع مشکلاتش عزم ملی می‌طلبد. بنرهای تبلیغی احمدی نژاد در لبنان از چاپخانه‌های تهران صادر شده بود. بسیاری از اقلام تبلیغاتی هم از بنر، تابلو، پلاکارد که در لبنان در مراسم پذیرایی و ورود احمدی نژاد مورد استفاده قرار گرفت، در ایران با هزینه‌های کلان تهیه و به لبنان ارسال شده است. به گزارش ندای سبز آزادی، مراکز فرهنگی تحت پوشش ریاست جمهوری و بخش تبلیغات سپاه با عقد قرارداد با شرکت‌ها و سازندگان و واحدهای تبلیغی خصوصی اقدام به تولید پایه‌های تابلو، بنر، پلاکارد و نقاشی و کشیدن تصاویر احمدی نژاد بر روی آنها نمودند که پس از تولید انبوه با تریلر و کانتینرهایی روی آن و پر کردن آن از اقلام تبلیغاتی مستقیم به فرودگاه منتقل نمودند. گفتنی است این تصاویر نقاشی شده 2 ماه قبل از ورود احمدی نژاد به لبنان تولید شده بود و رهگذران در اطراف این مراکز تصاویر نقاشی شده و یا در حال نقاشی و طراحی را در معبر و مسیر تردد مشاهده می کردند. کارگران و کارکنان این مراکز پس از تولید در بسته‌بندی های منظم آنها را داخل کانتینرها می کردند و با تعجب از نحوه حمل از مقصد این محموله ها سوال می نمودند. برای کسانی که این گونه فعالیت تبلیغاتی داشتند، جای تعجب بود که چرا این تعداد عکس، تصویر و پایه‌های تبلیغاتی باید داخل کانتینر شده و پلم کردند. شایان ذکر است هزینه هر یک از این پایه‌های تبلیغاتی 4,700,000 تومان گردیده بود که نقدن پرداخت شد.